شروع كل ما بعمل ايه؟ شروع رشد. فعلا شروع شروع رشد. اتفضل. عليه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت پانلیس های محترم و اشتراک کننده های عزیز و گفتمان ملی صحت شهری افغانستان، خوش آمدید. امروز در جریان هستید و مستحضر با شیوع ویروس کرونا در کشور، اهمیت پیشگیری از شیوع بیشتر از پیش مشهود شده لازم شده. ما خواستیم از تمام امکانات و دستاش هایی که داشتیم برای اطلاع رسانی و ترغیب شهروندان برای که همکاری بکنن و همچنین از قوانین صحی استفاده بکنن و این برنامه رو ریلیز کردیم. یک تقاضایی بود که مردم هم داشت و نیازی بود که در این برهه حساس وجود داشت. شهرهای کابل هم رو هم که گفتم در همکاری با انستیتوت تکنولوژی ناگویا ژاپن یک مجموعه از گفتمان های ملی صحت شهری را با محور کرونا و راه های مقابله با کرونا را راه اندازی کرده که او به صورت زنده و همزمان از طریق شبکه های مجازی از دنیای مجازی از طریق وبینار، دیاگری، فیسبوک پخش میشه که شهروندان افغانستان در داخل و خارج که مخاطبین ما هستند میتونن که از این گفتمان ها بهره مند شوند. اولین گفتمان این مجموعه که دیروز برگزار شد روز سه‌شنبه در دو پنل با حضور شهروندان افغانستانی، متخصصین و کارشناسان مقیم سایر کشورها در رابطه با کرونا برگزار شد. گفتمان دوم که با عنوان گفتمان ملی صحت شهر افغانستان، صحت شهری افغانستان است، امروز چهارشنبه ساعت 4 ما شروع کردیم که با حضور مقامات حکومتی افغانستان هست. هدف از این گفتمان ما هم این است که مقامات حکومتی به دستاوردها و پلانهای حکومت افغانستان در راه مبارزه با شیوع و گسترش ویروس و کرونا اطلاع رسانی بکنه. یک شیوه اطلاع رسانی است بسیار نوین و پیشرفته و بسیار آسان و کم هزینه. از این طریق ما میخواییم که مردم چه در داخل و چه در خارج با دستاوردها و پلانهای حکومت افغانستان در قسمت مبارزه با ویروس کرونا آگاه باشند. بسیار خوشحال هستیم که امروز ما دکتر صاحب مهتاب عالمی، معین خدمات شهری و مدیر شهری شاهوالی کابل با خود داریم. جناب آقای دکتر کنیشکا ترکنستانی، رئیس صحت محیطی وزارت صحت عامه را با خود داریم. اینجنر صاحب ملکیار، رئیس ناحیه 13 شاهوالی کابل را همچنین با خود داریم. دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه و یکی از پنلیست های محترم ما هم او را هم با خود داریم. از کارمندان پروژه اتحادیه اروپا از شاهوالی کابل خانم زهرا سعادت جعفری، همچنین کارشناس شاهوالی ها از پروژه اتحادیه اروپا و جناب آقای تواب امیری، رئیس نشرات شاهوالی کابل. جناب آقای حقمین هم به عنوان فسیلیتر و به عنوان کسی که تمام از این پروگرام دستمایه و خیلی راحت بگم افتخاری است برای افغانستان، از انستیتوت تکنولوژی ناگویا ژاپن همراه ما هست و این طرح و این ابتکار هم از ایشان است. جناب آقای حقمین بفرمایید. میشه که شما یک مقدار صحبت بکنید در این قسمت، بعد ما سخنرانی را آغاز بکنیم با دکتر سید مهتاب عالمی. تشکر از اینکه وقت دادین. سلام و درود و عرض میکنم خدمت پنلست های حاضر و خدمت مردم افغانستان در هر گوشه کنار دنیا که هستن. اسم من جواد حقمین است، استاد ازبق دانشگاه البیرونی و فعلا محقق هوش مصنوعی در انستیتوت تکنولوژی نگویا. ما دانشگاه ما تفاهم نامه با شاهوالی کابل امضا کرد و ما روی تفاهم نامه مفاد تفاهم از 2019 کار شروع کردیم. بنا تفاهم نامه از سپتامبر 2019 عملا با امضای شاهوال صاحب ازبق زکی سرفراز و اینجا رئیس پنتون ما امضا شد و ای تا 2011 مارچ 2011 قابل تطبیق است و میتونه اکستند شوه. مفاد اساسی تفاهم نامه ای است که ما پروژه مشترک تحقیقاتی را همراه شاهوالی کابل روی دست داریم. پروژه ما روی انکشاف و گفتمان شهری است. هدف اساسی گفتمان شهری ای است که ما در شهر دو مشکل داریم. یک مشکل زیربنایی یا هارد پرابلم میگن کوره توسط زیر ساختا ساخت و ساز حل میشه، مثلا سرک، مکتب، ساختمان، این چیزا. اما یک مشکل یا یک
خدماتی که در شهر باید انجام شه و او خدمات سافت است یا خدمات نرم است و یا اگر خدمات نرم نباشه باز مشکلات نرم است یا سافت پرابلم یا ویکت پرابلم برش میگن. سافت پرابلم مشکلات نرم اما مشکلاتی است که در بین اجتماع می باشه و توسط گفتمان باید حل شود. مثال ترافیک پیاده رو در افغانستان در کابل یک از مشکلات نرمی است که در افغانستان در شهر صد کابل وجود داره. مثلا در پل باغومی اگر مردم به طرف مندهی میرن باید به کدام دست برن؟ بنان ای به آگاهی دهی و سهم دادن شهروندا در مسائل شهر در تاون میتینگ ها در امی بحثی که ما داریم از طرف شهرداری برگزار میشه و ای آگاهی دهی مجانی است. ما یعنی ما از طریق رسدگران مصرف میکنیم اما شهرداری و ما بالکل این مجانی است. ما یک خدمات مصارف پولی را از دولت افغانستان نمیگیریم و دیگه ما یک سیستم گفتمان داریم که او سیستم گفتمان است اختصاصی صرف برای افغانستان مجانی است. ما از دیگه کشورها چارج میکنیم، هر اشتراک کننده که یوزر میسازه در روی سیستم $10 باید بپردازه در هر میتینگ، در هر دیسکشن که میکنه. اما بر افغانستان تا 2021 مارس 2021 او مجانی است. بنابراین ما از شهروندان افغانستان تقاضا دارم تا از این خدماتی که ما مشترکاً با شهرداری به مردم افغانستان ارائه می‌کنیم استفاده کنه و عملاً ما گفتمان دوم، مرحله گفتمان دوم با شهروندان کابل شروع کردیم و در اون سیستم دیگری ما عملاً استفاده می‌کنیم. تشکر از اینکه با ما هستین و همراه ما همکاری می‌کنین تا مشکلات نرم در سطح کابل و در افغانستان حل بسازیم. تشکر. تشکر جناب حقمین، لطف کردید. خانم دکتر مهتاب عالمی، معین خدمات شهری و محیط زیست شهرداری کابل، تشکر که به پنل اشتراک کردید. میشه که سخنرانی افتتاحیه گفتمان سرشهری را با شما داشته باشیم و آغاز شود. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد خدمت همکاران محترم و عزیزانی که در پنل امروی ما هستن. پیش از هر چیز ما یک دفعه امروی شما یک مذارت خواهی کنم از خاطر که ما متاسفانه یک مشکل در قسمت ریاست تنظیف پیش آمده و میالی رئیس تنظیف منتظر ما هستن که انشالله بریم مشکل حل کنیم. در رابطه با این موضوع بحث ما باید بگم که مسئولیت مدنی دولت نسبت به شهروندان در حوادث غیر مترقبه، در حوادثی که پیشبینی نشده در تمام کشورهای دنیا تعریف شده است. دولت من حیث زعیم مردم، من حیث کسی که مسئولیت جانی، مالی و شخصیتی افراد و اتباع خودش داره تعریف شده است. در قانون اساسی هر کشور تعریف شده است. بنابر همین تعریف در افغانستان هم ما دولت مسئولیت اصلی و مهم در این رابطه را داره. ما در کنار دولت میتونیم از نهادها و سکتورهای خصوصی که در این قسمت همراه ما همکار هستن میتونیم نام ببریم، اما چون بحث روی وظایف دولت و مسئولیت‌هایی که دولت در این زمینه داره مهمتر است. بنابراین بر اساس تعریفی که از طرف از قانون اساسی شده بود، بر اساس هدایتی که نفر اول در یک حکومت گفته میشه، این رئیس جمهور وقتی که هدایت داده میشه در با کل ارگان‌های دولتی که شما موظف هستین در استقامت‌های خودتان فعالیت‌های مبارزه علیه شیوع ویروس کرونا را داشته باشین، تک تک ما کسانی هستیم که در حالت اضطرار قرار می‌گیریم. از کسانی که از وزیر صاحب و می صاحب و تمام رئیس صاحب و مدیر صاحب که دهی ارگان‌های دولتی هم کار میکنن و خدمتگزار مردم هستن به حالت اضطرار قرار میگیریم. بنابراین ما من حیث کسی که در شهروالی کار میکنه و شهروالی کابل هم یکی از پایه‌های دولت محسوب میشه، مجبور هستیم که در تمام طول ساعت‌هایی که حالت اضطرار هست فعالیت‌های خود داشته باشیم، همکاری‌های خود نسبت به دولت و مردم در نهایت کم بوده امکانات که متاسفانه خود در کشور هست و نه کشور ما و کشورهای جهان با اون مقابله میکنن و مواجه هستن، ما سعی میکنیم که مشکلات را رفع کنیم.
بنابراین تعریف میتونیم بگیم که خب وقتی که رئیس جمهور در یک حکومت و مسئولین دولتی ما دستور و هدایت داده میشه که تمام اراکین دولتی باید آماده باشند در حالت اضطرار، ما مجبور هستیم که تمام نیروهای هم مالی، بودجوی و انسانی خود را طوری مدیریت کنیم که بتانیم وضعیت اضطرار به خوبی را پس کنیم. در این رابطه خب فعالیت هایی که شاروالی کابل داشتن و تا اونجایی که من اطلاع دارم بعضی شاروالی های ولایت های اطراف هم از ما و عملکرد شاروالی کابل کپی گرفتن و او اجراعات در شهرها و ولایت خودشان داشته، بسیار موفق بودم. به عنوان مثال در زمانی که مشکل کرونا ویروس در جهان مطرح شد، اولین بار شاروالی کابل بود که فعالیت‌های خود در زمینه با آگهی‌دهی و مبارزه سمپاشی و ضد عفونی کردن موبر و موترهای لینی شروع کرد. ما فعالیت‌هایی که در رابطه با این مسئله داشتیم خب بر اساس الو ما صدای شما را داریم. بله بله، صدای شما قطع وصل میشه، شاید به خاطر کم مشکلات اینترنت اینجا باشه، ولی خب میتونیم صدای شما ادامه بدیم مهینسه. بله بله، مشکلات عدیده در این زمینه وجود داره. شاید هم یکی از مواردی که رئیس جمهور هدایت دادن که کارمندان مخابرات باشن به خاطر همین مسئله باشه که متاسفانه در چند روز اخیر مشکلات مخابراتی و اینترنتی ما زیاد بوده و زیاد هم شاید داشته باشیم، ولی خب بر اساس تعریفی که من پیش از او خدمت شما عرض کردم، ما کسانی هستیم که خب در دولت مجبور و یا مکلف هستیم که در استقامت‌های خودمان فعالیت‌هایی را که برای ما تعریف شده را انجام بدیم. در این زمینه کارمند زیادی هستش که در ریاست جمهوری، شورای امنیت، وزارت دفاع، امور داخله، مالیه و امور خارجه، تحصیلات عالی و صحت عامه و ارگان‌های دولتی دیگر که هستن فعالیت میکنن و ما لیست اینها را دارم که عزیزان ما، امیال ما، مطمئن هستم که تا دیر وقت در دفاترشان هستن، مثل ما و شما که فعلا هستیم و کار میکنیم و برای اونها یک مانده نباشید جانانه میگیم که انشالله ما با همبستگی و اتحادی که داریم و اتفاقی که بین تمام ارگان‌ها در این مسئله است با رهبری رئیس جمهور که در رأس هستن، میتونیم این مشکل و این موضوع را به خیر و با امید به خدا و توکل به خدا ای را به پایان برسانیم. موین صاحب تشکر. موین صاحب خیلی لطف کردید، نکات خیلی خوبی را اشاره کردید. میشه که در ادامه شما را با خود داشته باشیم. دکتر صاحب کنشکا ترکستانی، رئیس صحت محیطی وزارت صحت عامه، میشه که صحبت‌های شما هم داشته باشیم در قسمت دستاوردها و کارکردهایی که وزارت صحت عامه داشته در رابطه با مبارزه با شیوع ویروس کرونا؟ اگر معلومات بدید بسیار خوشحال میشم. سلام ای صاحب. سلام، وقت شما بخیر. رئیس صاحب فکر کنم اینترنت شما ضعیف است، میشه که ویدیوی خود را قطع بکنید صدای شما را داشته باشیم؟ چرا خم صدای شما رو ما نداریم، صدا متاسفانه ضعیف است. شما غلامی صاحب از میشه که باز دوباره برگردیم راجع به سوزین؟ هر رقم شما لازم می‌بینید. میشنوید درسته؟ رئیس صاحب میشنوید صدای شما؟ صدای شما خوبتر شد. حال چطور شد؟ صدای ما رو دارید؟ خوب شد رئیس صاحب، ادامه بدید. حال چطور شد؟ صدای ما رو دارید شما؟ بله رئیس صاحب.
الو آقای ترکستانی خب آقای ترکستانی فکر کنم صدایشان مشکل داره. آقای بهزاد خوش آمدید به جمع ما. سلامت باشین غلامی صاحب، تشکر، خانه باد. سلام به همه دوستان کارای. سلام. آقای بهزاد خیلی خوش آمدید. آقای بهزاد از مدیران موفق و لایق شهرولی کابل و حکومتی ما هستن. خیلی خوش آمدید. بودند. به هر حال هنوزم و یکی از مدیرای موفق هستید، ایده ها و ابتکارات خیلی خوبی دارید. آقای بهزاد، به عنوان کسی که سابقه کار در حکومت دارید و کارم کردید در سری خدمات شهری، میشه که پیشنهادها، ابتکارها و نظریاتی که شما در این قسمت دارید ما با خود داشته باشیم؟ صدا ما فکر کنم یک اندازه رفلکت میکنم. فکر کنم بعضی از دوستا صدایشان باز هست، امورا ببندن. آقای ترکستانی میشنوید صدای مرا؟ میشنوم. آقای ترکستانی؟ بله، صدای شما را میشنوم. صدای مرا دارید شما؟ پس آقای بهزاد اگر اجازه بدید به آقای ترکستانی ما صحبت های آخر ادامه بدیم، بعد خدمت شما میرسیم. آقای ترکستانی میشه که شما از صحبت های خود ادامه بدید، از دستاوردها و کارکردهای وزارت صحت هم صحبت بکنید. خب وزارت صحت هم همونطور که شما میفهمین با شیوع این بیماری برای نخستین بار که در شهر وهان رخ داد، وزارت صحت هم نخستین جلسه را در وزارت راه اندازی کرد و پیش بین بود از شیوع این که این بیماری به کشورهای دیگه و در افغانستان هم سرایت بکنه و تدابیر لازم را در بخش های ظرفیت سازی، بلند بردن ظرفیت در بخش بستر، شفاخانه ها و همچنان تجهیزات و بلند بردن ظرفیت منابع بشری و استخدام کارکنان صحی در سطح افغانستان و همچنان یک بخش عمده بخش آگاهی دهی از طریق وزارت صحت عامه و انجام یک سلسله فعالیت‌های تکنیکی برای جلوگیری و آگاهی دهی بود. شما در جریان هستین که وزارت صحت عامه و شخص وزیر صاحب شب روز در این راستا کار میکنن و فعلا در سطح افغانستان چپن سفیدای ما و دکترای ما و کارکنان صحی ما به عنوان سربازان سفید پوش در خط مقدم اول می جنگن و مبارزه می کنن. تا ای که مردم را آمار دقیق پیش شما امروز هست که یک آمار آپدیت بر ما بدید که تا امروز چقدر از هموطنان ما متاسفانه مصاب شدن یا آمارهای دیگه ای که اگر پیشتان هست همراه ما شرید بسازید. آمار امروز هنوز نرسیده چون لابراتوارها نتایج زمانگیر از وقت میگیره تا اینکه آمار نشه شوه. تا این حال آمار 24 ساعت گذشته نرسیده که بعداً اعلام خواهد شد، ولی آنچه که مهم است برای وزارت صحت عامه این است که پیشاپیش این تدابیر را اتخاذ کرده بود و آگاهی دهی بر مردم کرده بود و در پهلوی ازی ما در شهر کابل، در شهرهای بزرگ مثل هرات و بلخ و جلال آباد مراکز تشخیصی را ایجاد کردیم و این مراکز تشخیصی در آینده در ولایت‌های دیگر هم ایجاد خواهد میشه و در شهر کابل فعلا دو مرکز ما تشخیصی داریم و برنامه‌های وزارت صحت عامه روی ایجاد بسترهای ریزرفی و احتیاطی در شهر کابل و ولایات هست و تقاضای ما باز هم از شهروندا همچنان است که بیشتر دقت بکنن و توجه بیشتر داشته باشن روی موضوعات وقایوی
و توضیحات یا امو هشدارها و یا هم برنامه ها و آگاهی دهی که در ساعت عامه با نهادهای همکار مثل شاروالی محترم در کابل و در ولایت هست و ارگان های زیربط هست توجه بیشتر داشته باشند. و حالا هم دیده میشه که در اکثر نقاط کشور مردم قدر توجهی ندارند. مثلا برنامه های تفریحی، برنامه های ورزشی، تجمعات و همچنان رفت آمدها در شهر اینا بیشتر کردن. آنچه که از دیده میشه در دنیا و از تجربه کشورهای بسیار پیشرفته دیده میشه که این ویروس این بیماری به هر حال هیچ نوع تداوی نداشته. بسیار مرات میکنم بخش زنده است، اشکال نداره، ادامه بدید. ما بیشتر میخواییم که در مورد شهر کابل هم بشنویم، چون تمام افغانستان هم ما میخواستیم از شما معلومات بگیریم، معلومات خوبی هم دارید. در مورد شهر کابل وزارت صحت عامه پلان ها و تمهیداتی که داشته چی بوده؟ در شهر کابل پیشترم گفتم که ایجاد بسترهای بیشتر هست، ایجاد بسترهای بیشتر هست، بسترهای ریزرفی هست، تجهیز لابراتوار هست و بالا بردن ظرفیت لابراتوار هست و استخدام پرسنل جدید هست در مراکزی که تازه ایجاد میشه. مثلا استفاده از اماکن دیگر مثل لیلیه ها، مثل مکاتب، پلان روی دست است که از اینا به عنوان بستر و یا هم شفاخانه در آینده خدای نخواسته شیوع بیماری بیشتر شود و این رقم بالا بره از استفاده شود. و شما در جریان هستین آقای حسن‌زاده در هماهنگی با شاروالی کابل با برخی نهادها و اینجوها تلاش ما در آینده ای است که شهر کابل تمامی نواحیش حداقل روز دوبار ضد عفونی شود و سرک ها، جاده ها و بعضی از اماکن که مشکوک میشه یا بعضی از جاهایی که در اونجا بیماران کووید 19 دیده میشه اونجا باید به طور عملیاتی ضد عفونی شود و این برنامه هاییست که در آینده در کابل انجام میشه و همچنان ایجاد مراکز تشخیصیه در 20 ناحیه در شهر کابل و همچنان 5 مرکز موبایل یا سیار را در شهر کابل قرار است که ایجاد بکنیم. در هر نقطه افراد اشخاصی که مشکوک هستند و یا هم خودشان میخواهند که همی تشویشان رفع شود در مراکز ما در نواحی، در نزدیکترین نواحی اینا مراجعه میکنن، ازشان نمونه گرفته میشه، آدرسشان، تلفنشان و اینا گرفته میشه و از اینکه نتایج مثبت یا منفی بود همشون در جریان گذاشته میشه. یک اشاره بکنم و یک تقاضا هم بکنم اگه اجازه باشه. بیشتر دوستای ما که تست میتن و تستشان مثبت میشه و اینا دوباره مراجعه نمیکنن، حتی تلفن های خود خاموش میکنن. نگرانی از ساعت عامه ای است که اینا در خانواده، در فامیل، در جامعه، در کوچه، بازار دارن این ویروس پخش میکنن. لطفاً دوستان خیلی متوجه باشن. وقت وزارت صحت عامه برای اینا توصیه میکنه که بیاین در شفاخانه تداوی شوند. این به این معنی نیست که وزارت صحت عامه با اینا دشمنی داشته باشه. در پشت این حرف وزارت صحت عامه یک مهربانی هم بر فرد، هم بر خانواده، هم بر جامعه است. این است که صحتیاب شدن او شخص است. او است که اطرافیاش، فامیلاش آسیب نبینه. ولی متاسفانه در شهر کابل و در ولایات از قرنطینه، از کلمه قرنطینه یک برداشت سو شده. قرنطین کردن گویا به این معناست که اینا را میبرن در یک اتاق تاریک مندازن و اینا برشان آب نان نمیرسه و اینا توجه نمیشه و این حرفا را من از دوستای دیگر هم دریافت کردم. این پیام ها را
این مسئله یک باور نادرست در جامعه ایجاد کرده. متاسفانه تقاضای مردمی است که با دولت طرفنامه همکار باشن و این موضوع قرنطینه و موضوع مراجعه به شفاخانه را جدی بگیرن. حالا اگر یک شخص اگر مصاب شود، برای در خانه خانواده را مصاب می‌سازد، در بیرون در مسجد مردم را مصاب می‌سازد، در موتر، در دکان، در جاها افراد بیشتر را مصاب می‌سازد. یک نوع نگرانی است که لطفاً به این توجه بیشتر داشته باشه. تشکر دکتر صاحب. میشه که ما دوباره پاس رو با شما بیاییم و شما رو همراه خود داشته باشیم. از جناب آقای انجینر عزت‌الله صدیقی، معاون مسلکی اداره ملی وزارت محیط زیست، خوش آمدید. از شما میخواییم که صحبت های خود رو داشته باشیم. داشته باشید همراه ما. صدای شما قطع است معاون صاحب. بفرمایید. تشکر. من سلام های خود خدمت شما و تمام اعضای پنل و همچنان تمام بیننده ها تقدیم میکنم و تشکر میکنم از شاروالی محترم کابل که ابتکار کردن و این پنل ایجاد کردن به طریق آنلاین، یک موضوع خوب را انتخاب کردن در مورد ویروس کرونا. متاسفانه که ویروس آله پخش شده و در حالت توسعه است تشویش، و به همی اساس اداره ملی حفاظت محیط زیست هم به اساس قانون محیط زیست کشور که یکی از ماده هایش است حفاظت صحت انسان، حیوان و نبات، که در اینجا هم حیوان متاثر می سازه این ویروس و هم انسان ها را، متاسفانه که تعدادش تا به دیروز بیشتر از 400 نفر بود در کشور، و قسمی که ترکستانی صاحب گفتن شاید معلوماتشان و ای ارقام امروز بیشتر شود، ولی ارقامش که به سطح جهان است 1.3 میلیون انسان تا به حال ای واقعاتش ثبت شده. ما کمیال وبسایت WHO را میدیدون و بیشتر از 74,000 نفر هم تلفات داشته و در بیشتر از 212 کشور، منطقه و سایر جاها ایشوی پیدا کرده و در افغانستان هم هی به طرف رشد است. بنابراین در اینجا یگانه چیزی که برای ما شما ضرور است او همکاری همه جانبه تمام سکتورها است. او در اینجا همکاری ادارات زیره، توجه ادارات دولتی و حکومتی، رسانه ها، دکترانی که دکتر صاحبایی که و تمام عموم مسئولینی که حداقل تحصیلات در رشته طبابت دارند، از اونا بسیار زیاد مفید هستند در معاینه خانه هایشان، در دواخانه ها، در لابراتوار ها، حتی در کوچه و منطقه و خانه نقش از اینا بسیار زیاد برازنده است. در رسانه ها و تجاری ملی ما نقششان بسیار برازنده هستند. ولی من مشخصا سر موضوع اداره ملی حفاظت محیط زیستم، قسمی که قبلا گفتم به اساس قانون من به همین اساس بود که با وجود از اینکه رخصتی عمومی اعلام شده، ولی ما یک تیم 15 نفری را موظف ساختیم و او را رسما به آدرس کمیته استقرار که جناب معاون صاحب دوم وزارت صحت عامه و شاروالی کابل و ارگان های امنیتی در اون مکلفیت دارند، بر از اونا معرفی کردیم با 3-4 اراده وسایت نقلیه ما تا در خدمت شاروالی محترم کابل و وزارت صحت عامه باشن، تا اونا هم در روند نظارت از اصناف که مکلفیت اداره ما و شاروالی محترم کابل هستن با شما همکار باشن. بر علاوه از او تیم دیگه ما هستن که اونا به شکل سیار دستگاه های کیفیت هوای ما را که رابطه با ویروس شیوع ویروس کرونا یا کووید 19 دارن، از ارقام کیفیت هوا را ما به طور روزانه از نقاط مختلف شهر کابل داشته باشیم. این ارقام هم میتونه به دسترس محترم وزارت محترم صحت عامه، شاروالی کابل و رسانه ها قرار بگیرن که هم رابطه مستقیم دارن. و همچنان اداره ملی حفاظت محیط زیست در هفته گذشته تانست که از طریق جمع‌آوری پول نقد از همکاران اداره ملی حفاظت محیط زیست مقدار پول را جمع‌آوری کنند
و کمک‌ها را به خانواده‌هایی که بیچاره هستند و به مشکلات اقتصادی دارند، با اونا یک مقدار مواد غذایی و غیر غذایی را تقسیم کنند، توزیع کنند، که هم صورت گرفت. بر علاوه از او ما در اینجا می خواهیم که به یک چیزی دیگه هم اشاره کنیم. ببخشید آقای امیری، همین صدای خود را مستا کنید. مونسایی بدامه بدید. شکر. ما هم در اینجا به یک چیز می خواهیم که حال اشاره کنم که او شما نام از این پنل مانده نقش سکتورهای حکومتی، سکتور حکومتی در مبارزه با ویروس کرونا یا کووید 19. ما در اینجا می خواهیم که به چند موضوع اشاره کنم در چند مرحله. یکی مبارزه جدی و آنی فعلی است که ما شما باید را در نظر بگیریم، که ما در اول هم گفتم که تمام سکتورها باید با این موضوع جدی مبارزه کنیم و از شیوع بیشتر از این جلوگیری کنیم. دوم مبارزه بعد از رفع از این حادثه است که برای از این هم باید ادارات ما، سکتور، تمام سکتورهای ما باید آمادگی لازم داشته باشند، چون هم مسائل اقتصادی، اجتماعی، حتی سیاسی و زندگی روزانه انسان ها از این متضرر شده، سکتور تعلیمی ما متضرر شده از این، برای از اون مرحله هم باید ما آمادگی داشته باشیم. و همچنان تغییر در شیوه های کاری ما شما به وجود آمده که یک مثالش امیال برگزاری از این بحث است یا پنل است که ما شما در اینجا بحث میکنیم. بر علاوه از این چیزی که برای ما آموخت شیوع از این ویروس کرونا که او بود صحی داره زیادتر، بود طبی داره زیادتر، ولی برای ما از نقطه نظر محیط زیست موضوعات زیادتر را آموخت. رابطه کرونا با طبیعت برای ما آموخت که حال محققین سر از این موضوعات کار کرده راییست که تاثیرات از این بالای طبیعت چقدر بود و تاثیر طبیعت بالای از این شیوع از این ویروس چقدر بود. همچنان رابطه از این ویروس با موضوع تغییر اقلیم بسیار جدی امیال توسط سازمان های بین المللی محیط زیستی زیر بحث است، محققین سر از این کار کرده راییستند. همچنان رابطه از این ویروس با حیوانات و در مجموع با تنوع حیات یا بایودایورسیتی که برش ما میگیم چقدر است، سر از این هم حال جهان کار کرده راییستند. بنابراین ما میخواهیم که گپای خود را به همینجا خلاصه کنم، جمع‌بندی کنم، که ما باید همکاری خود را به شکل جدی باید ادامه بدیم، هم در مرحله فعلی و هم آمادگی داشته باشیم برای مراحل بعد از این که با فضل خداوند دعا میکنیم که ویروس زود ختم شود، شیوعش برای مرحله بعد از او هم آمادگی داشته باشیم و تحقیقات باید در این زمینه صورت بگیره که چطور واقع شد، از کجا شد، منبع از این چی بود، چطوری از حیوانات انتقال شد به صحت به انسان ها، و همچنان در بخش طبابت خطبند که او تحقیقات هم صورت میگیره که واکسین و دیگه پروسه ها در اینجا بوجود میاره. ولی یک چیز دیگره که برای ما آموختی مرحله شیوع از این ویروس، تغییر در شیوه مصارف، بودجه و کمک‌های جهانی است که این هم شاید بسیار زیاد محدود شود برای تمام سکتورهای ما، چون هر کشور متاثر ساخته و اونا آل بیشتر کشورهایی که کمک می‌کردن بیشتر آل فکر می‌کنن بالای بودجه و مصارف و هزینه ها و مسائل تعلیمی و طبی صحی خود فکر میکنن بیشتر از این. بنابراین افغانستان هم باید تمام سکتورهایشان به شمول حکومت، دولت، پارلمان، پانتونها، سکتور خصوصی، جامعه مدنی، تمام ما باید دست به دست هم بدیم تا ما هم باید برای رفع از این شیوع از این ویروس بعد از این که این رفع میشه باید آمادگی عامتان باید ما داشته باشیم. تشکر. با این سایب تشکر و نکات خیلی خوب اشاره کردید و در قسمت تحقیقات گفتید که از کجا باید شروع شود. نکته خیلی مهمی هست که باید بررسی شود و چون به هر حال یک موضوع خیلی حساس و موضوع خیلی حیاتی است
باید از تکرار از این جلوگیری شود. تشکر، ممنون، لطف کردید معین صاحب. آقای بهزاد، فرصت به شما داده میشه در خصوص تجربیاتی که دارید، پیشنهادات و افکاراتی که دارید. ممنون آقای بهزاد. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به همه دوستان و همکاران. خوب، در قسمت مرض کرونا ما فکر کنم معلومات خیلی زیاد دوستان و همکارا شریک ساختن و کارهایی که کرده میتونن و همکارای ما که از وزارت صحت عامه هم در این مورد صحبت کردن. اقداماتی که تا به حال شده البته اقدامات خوبی هست، ولی برای مبارزه با ویروس کرونا ما فکر کنم کافی نیست به هیچ عنوان. چون اگر ما مطالعه بکنیم مملکت هایی که تانستن همی کرو میساب شوی مرض کرونا را یک اندازه محدود نگهداری بکنن، یا چند مرحله بسیار عمده را یا گذشتانن. در قدم نخست مثلا اگر ما کوریای جنوبی، جرمنی و یا ای که مثلا تایوان این مملکت ها را چک بکنیم، به شیوه که یا تانستن این مرض تا یک حد زیاد محدود بسازن، ای بود که یا در قدم نخست مسیف تستینگ کردن، یعنی فرامسازی تست برای تمام مردم در سطح مملکت، شهرهایشان ای تانستن که ای کار بکنن. و این کار است که باید ما و شما در افغانستان ایره باید اگر بر هر قیمت میشه باید ایره انجام بدیم. یک موضوع رو ما میخواییم یاد بکنیم، ای که مرض کرونا مجادله که فعلا علیش یا جنگ کلای مرض کرونا فعلا ما و شما برای انداخته می دو حالت داره، یا ای که ما میبریم بسیار زود و یا ای که ملت یا مردم دهی خدای نخواسته اگر ببازیم قیمت ازی و اتوان ازی رو پرداختش ما فکر کنم که بسیار سخت است. بنابراین اقدام باید همیش به شکل بسیار زود و سریع باید انجام شود. در قدم نخست قسم که یاد کردم مرحله تستینگ است. باید مسیف تستینگ به سطح مملکت باید صورت بگیره. مثلا در شهر کابل یا در هرات هر ساحه که اگر مرض کرونا اونجا پیدا میشه باید اون منطقه اون مو ساحه مکمل باید تست شوه و ساحه باید کاملا قرنطین شوه. در قدم دوم تریسز. تریس قسم است که مثلا اگر کسی را شما میبینین که مبتلا به ویروس کرونا هست، باید نه تنها خود ازی، اطرافیای ازی، فامیلش، باید از تمام دوستایی که مثلا در چند روز گذشته دید و دید کرده، باید تمام ازو باید پیدا شوند و همه ازو باید تست شوند. به می ترتیب اینمو گراف باید پیدا شود که کی با کیای دید و دید داشته. در قدم سوم تریتمنت. ما خواهیم نخواهیم یا خوش باشیم یا خفه باشیم میریم به طرف روان هستیم که خدای نخواسته، خوب البته یک فاجعه به تمام معنی هست، امکانات باید به هر صورتی که میشه باید ما مهیا و آماده بسازیم. و در این قسمت وزارت صحت عامه من فکر کنم یک مقدار بودجه که در دسترس داره، خوب طبعا در افغانستان ما با محدودیت های بودجوی هم دچار هستیم، ولی این حالت هست که باید اگر قرض میشه، اگر ما از IMF اگر قرض بگیریم و یکی از بودجه انکشافی را میشه که برای در حال حاضر یک تعداد شمعتل قرار بتیم، چون حالت هست که باید صحت مردم و صحت تمام مملکت در خطر است. بحث چهارم تیم ورک است. من خودم شخصا در چند روز گذشته حداقل از روزی که ویروس تازه داخل افغانستان شده و هماهنگی بین ادارات من حیث یک شهروند وقتی که میبینم، من هماهنگی خاصی در بین ادارات دولتی من مثلا نمیبینم. اولی که موضوع صحی است، باید بگذاریم که کسایی که در بخش صحت کار میکنن باید تصمیم گیرنده عمده اوها باشه، یا وزارت صحت عامه یا وزیر خود شخص وزیر صاحب، و یا ای که یک کمیته خاص از دکترها و کسایی که در این بخش اپیدمیولوژی یا امراض که به مانند کووید 19 هست، کسایی که در این بخش تخصص دارن یا باید تصمیم گیرنده باشن، نه ای که افراد دیگه. و تیم باید تنظیم شود تا ای که بتونن درست تصمیم گرفته شود، به خاطر هر تصمیمی که ما در این وقت میگیریم با صحت میلیون ها نفر بازی کردن از دقیقت، اگر تصمیم خدا نخواسته اشتباه شوه و یا ای که تصمیم غلط باشه هم منابع به مصرف میرسه و ما هم زمان هم در این وقت ما از دست میدیم. مثلا مثال های گونه گونه است. وزارت داخله اگر میبینین به شکلی که شهر قرنطین کردن، از یک طرف تجمع مردم زیاد میشه، از یک طرف کم میشه، یعنی به شکل درست تنظیم نشده. و بخش اخیر بخش tracking and monitoring است. در این بخش باید تمام کارکردهایی که میشه باید توسط یک هیئت خیلی باصلاحیت همه ازی باید نظارت شه و همه ازی باید جدی کنترل شه، چون ما در البته
ادارات خیلی خوب و هم در افغانستان داریم، ولی متاسفانه ممکن اکتداد افراد هم شاید در این بین باشه که استفاده سو بکنن. باید منابع به شکل درست مصرف شو و مانیتورینگ باید به شکل بسیار خوب شود. این بحث ما در قسمت خود به حساب به چی ترتیب میتونیم که با کووید 19 مجادله بکنیم. در بخش خدمات شهری نگرانی عمده‌ای که ما داریم این است که شهر قرار است که به 21 روز قرنطین شد و یک هفتهش تقریبا تیر شده، ولی تا جایی که البته پرکتیس مملکت های دیگر می بینیم و بالخصوص کابل می بینیم که فعلا ارقام به حد نیست در کابل که به حساب تا 21 روز دیگه ممکن شاید ما ارقام ما تعدادش خیلی زیاد شود. کسایی که در بخش همکارای ما و شما در شهرولی که هستن، بالخصوص در بخش خدمات شهری که کار میکنن، من حیث یک شهروند وقتی که ما در کوچه و بازار میبینیم شان اصلا تعداد بسیار محدودی از این ملابس به لباس یا به اونمو امکانات هست که یا خود مبتلا به این ویروس نشن. بنابراین نیاز است که شهرولی کابل باید یک بودجه بسیار خوبی را اختصاص بده برای کسایی که در خط اول خدمات شهری قرار دارن، چون صحت از یا خیلی مهم است. خدای نخواسته اگر ما یک تعداد زیادی از کارمندان شهرولی و یا کارگرای شهرولی مبتلا به مرض میشن، ما شما یک آفت دیگه ممکن دوچار شویم. او هم ای است که ممکن تمام شهر کثافات بگیره و ما با هفته ها و با ماه ها نتونیم که شهر کابل را پاککاری بکنیم. عین موضوع در قسمت سرسبزی شهر هست و پروژه های دیگه که شهرولی داره، بالخصوص رابندی هایی که فعلا جریان داره در شهر کابل و لاکداونی که هست. وسایط شهرولی را اگر دیده شد اکثر ساحات همه از این رابند ها گیر ماندن و خیلی مشکل است که خدمات برای شهروند های رای بکنن. دو موضوع اخیر هم بسیار کوتاه اشاره می کنم. یکی که به نظر من بهتر است که باید خیلی کوتاه، اداره که فعلا به حساب مسئولیت فعالیت ها را در به حساب مجادله علیه ویروس کرونا در شهر کابل به عهده دارن، باید یک فندریزینگ بسیار کلان را در شهر کابل یا برپا بکنن، یا به شکل آنلاین یا به هر طریقی که میشه. تجاری که در این مملکت از کسایی که کار میکنن، چون خدای نخواسته اگر صحت همگی در خطر بیفته، پس وقت خیلی آدیر خواهد شد و مشکلات خیلی زیادتر میشه. بنابراین نیاز است تایی که یک فندریزینگ شود و تا بتانیم خارگاه هایی که فعلا از دیگاه بودجوی موجود هست به یک شکل از اشکال سکتور خصوصی پا پیش کنه و در قسمت همکاری بکنه. موضوع آخر یک نگرانی بسیار کلان دیگه مهی است که ما امکانات خیلی محدودی را فعلا برای دکترهای خود داریم. خدای نخواسته اگر این مرض یک بار سرایت بکنه و تعداد دکترها اگر بری به این مرض مصاب شد، قسمی که ما یکی دو روز پیش شفاخانه امیری رو شاهد بودیم، در خط بروز دکترها هم انسان هستند و یا ممکن مورال خود از دست بدن، ممکن اصلا به وظیفه اجازه نشوند که خود یک خطر خیلی ها جدی هست. باید انسنتیو برای ازیا باید داده شود، حقوق امتیازی، امتیازات بیشتر، بر علاوه ازی باید مکان و فضا برشون در این شفاخانه ها، باید شفاخانه بالخصوص در افغان ژاپن و یا سایر جای دیگه که مشخص شده برای تداوی مرض کرونا، باید برای دکترها باید امکانات خیلی خوب مهیا شوه. و یک دو مثالش هم، یک مثالش هم دکتری بود که از شفاخانه امیری فوت کردن و یک توییت دیگه ایم که چند روز پیش از دکترایی که در هرات مصروف فعالیت هستن از وال نشر شد که گویا حداقل مواد غذایی هم برشان نمیرسه. پس این حالت نباید باشه و باید سر مورال دکترها خیلی زیاد کار شوه. تشکر. من آقای کنیشکا هم هستم، میشه که پاسخ بدن نگرانی شما در قسمت های مختلف. به هر حال نگرانی هست که تمام مردم افغانستان دارن در قسمت کمک ها، در قسمت حفاظت از کارمندایی که هست، خصوصا کارمندای شهرولی کابل. شهرولی کابل در قسمت اقدامات خود داره و بعد دو شیفت کاری تقسیم کرده کارمندا را، خصوصا کارمندایی که بخش تنظیف هستن، در بخش سرمایه‌گذاری هستن و اقلام مورد نیازشان هم مامور هم در اختیارشان قرار دادم. بحث حفاظت از کارمندان یک بحث اساسی است که از دیرباز در شهرولی کابل مطرح بوده و همیشه جزء پلان‌ها و برنامه‌های شهرولی کابل بوده که کارمندان ما که در مجادله هستند، برای کار هستند، برای تنظیف هستند، باید صحتشان، صحت ابتداییشان حتما باید در نظر گرفته شود و بخش تنظیف کاملا باید امور خم باشه. روی از اون پلان‌های مشخص هست، پیشنهادهای مشخص هست، در حال کار شدن هست. یک مقدار از اقلام هم در اختیار از ما قرار گرفته، مثل دستکش، مثل کیتایی که هست،
ولی خب تعداد کارمندای ما زیاد هست در قسمت تنظیف، در حدود 3600 حداقل کارمند تنظیف هست و یک بودجه خیلی کلانی را میخواهید که هر روزه ماسک، دیسکش، عینک و تمام از این موضوعات همراهشان شریک ساخته شود. موضوعی که در قسمت کارمند تنظیف هست که در خود بازار متاسفانه یک مقدار هم قیمت ها افزایش پیدا کرده و هم مواد کم هست در استاک ها و در گودام ها و این روزمره خریداری میشه و در اختیارشان قرار گرفته میشه. به هر حال باز هم و شما خواهیم آمد آقای اینجان صاحب ملکیار رئیس نایه 13، میشه که شما در قسمت اقداماتی که انجام دادید یک مقدار توضیح بدید. یک سری انتقادات هم وجود داشت، میشه که واضح‌تر مشخص‌تر در مورد هم صحبت بکنید. و نایه 13 که در غرب کابل هست، وضعیت به چه منوال هست؟ نگران‌ها در قسمت زیاد وجود داره، میشه که از اقدامات و پلان‌ها و برنامه‌های کشاورزی کابل در قسمت داشته هم ما را با خبر رسید. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما جناب آقای غلامی و تمام اعضای پنل و همچنان مردم ما در سراسر کشور. تشکر از اینکه بر ما وقت دادین. می‌خوام که کوتاه از اجراءات، مشکلات و پیشنهاداتی که در سطح نوعی 13 وجود داره من خدمت شما عرض کنم. در قسمت اجراءات جناب آقای غلامی و همه دوستان در شما خبر دارین، نوعی 13 یکی از نواحی پرنفوذ و یک نواحی بسیار بزرگی هست که تعداد جمعیت در این بی نهایت زیاد است و همچنان مهاجرینی که عودت میکنه دوباره از کشور جمهوری اسلامی ایران، از کشور همسایه نیز در این سطحی از شهر بی نهایت زیاد است. به این اساس شاید تعدادی نظر به اعلان وزارت صحت عامه تعداد مبتلایان به کووید 19 در سطح کابل در قسمت غرب کابل بیشتر هست. ناحیه 13 که یکی از نواحی شوالی هست، دقیقاً در بعد از اینکه قرنطین اعلان شد، ما در قسمت کنترل قرنطین، کنترل اصناف و همچنان کنترل قصابی ها، نانوایی ها که یک بخش از اصناف هست، ما با پرسنلی که در حقیقت پرسنل ما بسیار واقعا کم بود، ما کارهای خود را انجام دادیم و در سطح بازار زمانی که یک دفعه نرخ اجناس و مواد در بازار بالا رفت ما کنترل کردیم و همچنان دواپاشه ها 4 یا 5 دفعه به شکل عمومی ما سرک شهید مزاری را به هم ریاست صحت محیطی شوالی کابل و جناب شما و همچنان دیگه ریاست های ریاست حفظ مراقبت کار اینا، ما سرک عمومی شهید مزاری سرک اصلی و مزدحم اینا 13 هست، ما این را دواپاشی کردیم و همچنان بعضا ما تلاش بر این کردیم که نهادها و سازمانها و جوانهای فرهنگی که به شکل رضاکار آنها آماده هستند و واقعا خطر کووید 19 را احساس بیشتر احساس کردن، ما از اونا همکاری خواستیم. آنها در چند روز به شکل گروه ها می آیند و به شکل از شیوه دواپاشی توسط بمبه های دستی و اینا اونا کار می گیرند در کوچه ها و پس کوچه ها و سرک های فرعی ناحیه 13 هم. و همچنان ما با استفاده از شورا و انجمن های جوانان ناحیه 13 معلومات و آگاهی هایی که در مورد ویروس کرونا و وقایع این ویروس هست از طریق فضا و رسانه ها ما نشر و حقیقت در سطح نهایی 13 با امکانات بسیار کم ما انجام دادیم. خب مشکل عرض کنم، خب است خیلی خوشحال به صحت از برای محترم صحت و همکارای دیگه. ما مشکلاتی که داریم هنوز من فکر میکنم که قسمتی عظیمی از مردم تا هنوز کرونا را به طوری که باید جدی بگیره متاسفانه جدی نگرفتن. ما در این چند روز در این اواخر یا 2 هفته اخیری که واقعا موضوع خیلی جدی شده و قرنطین در سطح شهر کابل پیاده و عملی شده، ما در اینجا واقعا با مشکل مواجه هستیم. مثلا مسدود نمودن دکان ها که آنها ضرورت به باز بودن نیست، اینا با یک فشار صورت گرفته، متاسفانه برخوردها در این صورت گرفته و همچنان در سطح شهر
و در سطح سرک ها وقتی که گفته میشه که نه برای این قرنطین است مردم شاید به حالا بسیار زیاد گشت گذار میکنه. به هر حال این یکی از مشکلات هست. باز مشکلات دیگه ای هست. ببینید در سطح ناحیه 13 با انمی جمعیتی که وجود داره ما هیچ یک از نمایندگی هایی که از ریاست صحت یا از وزارت صحت در سطح ناحیه 13 باشد ما نداریم. ببینین یعنی چون مردم دسترسی نداره، حالا قرنطینه است، خیلی مشکلات هایی که با وجود میاد. به طور مثال ما دیشب هم یک از آمار یک رقم مشکوک رو داشتیم، مردم به من زنگ زدن و بالاخره من هم در یک گروه داشتم و تلاش کردم که به مسئولین خبر بدم. حالا ما میگیم که این هم یک از مشکلات هست که هنوز در این سال رئیس خدمت مبتلایان به ویروس کرونا چه آماری در غرب کابل وجود داره؟ ناحیه 6، 13 و 5 شاید از نقاط بسیار آلوده و همچنین مزدحم شهر کابل هست، جمعیت خیلی زیادی در این سه ناحیه وجود داره. یکی از دلایلی که شاید مبتلایان زیاد شده باشه به خاطر هم موضوعی که گفتید مهاجرینی که از ایران برگشتن و یکی دیگه هم که خود اده کمپانی و یا اده قندهار که در اونجا هست مسافرین از طریق زمینی هنوز هم رفت آمد دارن و از اون طریق هم امکانش خیلی زیاد هست که آلودگی صورت بگیره. شهرداری کابل چندین بار او اده را ضد عفونی کرده ولی باز هم نیاز هست که در این قسمت توجه بیشترش صورت بگیره که او اده کامل او ترمینال کامل مسدود شود. در قسمت کمک ها شما یا کمک ها را به شکل درستش تنظیم و ترتیب کردید؟ چه مقدار کمک آمده طرف غرب کابل؟ چون یک سری انتقادات در دنیای مجازی بود و میشه که در قسمت شما شفاف سازی بکنید. نه تشکر جناب غلامی صاحب. اول که در قسمت آمار مبتلایان به ویروس کرونا دقیقا آمار پیش ما متاسفانه نیست. البته یک دو مورد تا هنوز از اهالی توسط وکلای گذر به من احوال داده شد در این مدت مکمل که من ایره به مسئولینش اطلاع دادم در وزارت صحت که اونا کار خود انجام دادن، اما متبقی از طریق ناحیه اینا مراجعه نمی کنن و حقیقتا اینا شاید شخصی هم مراجعه خود داشته باشد به شفاخانه افغان ژاپن. و در قسمت توزیع کمک که در آخر توسط حکومت و کمک به فامیل های مستحقین بودن، این کمک ها در حدود 6000 بوجی گندم که هر بوجی 50 کیلو بود، یعنی در حدود تقریبا 300 تن گندم و 359 خریطه دال بود که هر دال هر خریطه 50 کیلو بودن، اینا از طریق وزارت محترم حج و اوقاف و ریاست حسینیه های غرب کابل و همکاری وکلای گذر اینا مدیریت شدن آمدن ریاست ناحیه 13 در فقط امو حیثیت مراقبت را داشتن و نظارت را داشت. مدیریت و انجام و توزیع این کمک ها توسط دوستا انجام شدن و طوری که اینا به ما گزارش دادن اینا امو کمک را بر 6000 فامیل بودن. اینا به سه کتگوری مساجد و حسینی ها را به سه کتگوری بزرگ، متوسط و خرد تقسیم نمودن و برای هر کتگوری اینا مساجد کلان 25 فامیل که هر فامیل 7 سر یا یک بسته 50 کیلویی گندم و برای مساجد متوسط 20 فامیل که برای هر فامیل هم یک بسته 7 سر یا 50 کیلویی گندم بودن و برای مساجد خردتر 15. این کار به مدیریت ریاست محترم حسینیه های وزارت حج و اوقاف و وکلای گذر انجام شدن و من فکر میکنم که چون تعدادی مستحقین و فقرا بی نهایت زیاد هست در این منطقه، در این محدوده با در نظر داشتی بیشتری نفوسی که در اینجا زندگی میکنن، از این احساس یک مقدار مشکلات های کوچیک فکر میکنم که در یک یا دو مورد با وجود به مساجد پیش آمده و طوری که من از ساحه و از وکلای گذر اینا احوال گرفتم، اطلاع گرفتم، آنها خیلی خرسند هستند که این توزیع پروسه ها بسیار به شکل خوب و بسیار شفاف پیش آفته و به مستحقین اصلی رسیده. و باید خاطر نشان سازم ای که وقتی که هر مسجد بسته های کمکی خود میگرفتن
مدیریت توزیع و شناسایی مستقیم توسط مولای امام مسجد وکیل گذر و هیئت منای خود اون مسجد بوده. تشکر جناب غلامی صاحب تا بسیار علی تشکر. یک دنیا ممنون. آقای کنیشکا ترکستانی رو فکر کنم با خود نداریم که در این قسمت اونا آمار دقیق می‌خواستن ارائه بکنن از جدیدترین آماری که در مورد ویروس کرونا وجود داره فعلا نیستن و ما سعی میکنیم که یکی از رؤسای نایی 11 هم همراه خود داشته باشیم که در این قسمت صحبت بکنن، چون در نایی 11 ما دیروز یک مورد داشتیم که میشه که او هم در اون قسمت صحبت رو داشته باشن. جناب آقای صدیقی باز میگردیم به شما، شما در قسمت تعمیدات دولتی هم صحبتهایی رو داشتید، صحبتهای خیلی خوبی بود، گفتید که یک همکاری خیلی خوب هم با ما داشتید. تشکری میکنیم از شما که تیم شما دیروز آمدن و کار خود عملا شروع کردن در قسمت واقعیدهی و همچنین در قسمت زدفونی و این اولین بار است که یک نهاد حکومتی به یک حداقل به ما کمک میکنن و نیروهای متخصص خود و همراه وسایلشان در اختیار ما قرار میدن. ما از شما بسیار سپاسگزار هستیم و از تیم شما که ما یک همکاری خیلی خوب در قسمت مبارزه با آلودگی عوام هم داشتیم. به طور مشخص بر اساس او تجربیات که شما داشتید در اداره ملی حوادث هم شما اونجا به عنوان مشاور بودید، به نظر شما در قسمت مدیریت بحران چه چیزهایی را میتونیم که در نظر بگیریم که شهروندان ما کمتر آسیب ببینن؟ تجربه شما در قسمت حوادث و مدیریت بحران هم در این قسمت برای ما راهگشا خواهد بود. بله صدای ما میاد؟ بله مهندس تشکر. باز هم جناب غلامی صاحب به موضوع خوب اشاره کردین. یک نکته که بهزاد صاحبان بیشتر برش اشاره داشتن، من تا جایی که میبینم در موضوع مدیریت از این وضعیت بحرانی بعضی مشکلات ما میبینیم که وجود داره. محل قومانده و موضوع آگاهی عامه را شما میبینین، سهم وزارت محترم صحت عامه را میبینین، سهم مردم را میبینین و همچنان تصامیم وزارت محترم امور داخله را میبینین. در همین موضوعات مثال شاروالی کابل را میبینیم. به همین موضوعات ما نیاز داریم که این بیشتر و بهتر شود، انسجام از این خوبتر شود، از این حالت کرده که امو کسایی که جلالت ماب رئیس جمهور است و یا خماوینی نشان هستن، برای از اونا موضوع تصمیم گیری درست باشن. موضوع نشر ارقام ما شما میبینیم در تلویزیون ها از طرف وزارت محترم صحت عامه، اینی موارد است که باید بیشتر رویش توجه شود. موضوع قرنطین اعلان شده ولی مردم همکاری نمی کنند. در اینجا همکاری مردم فوق‌العاده مهم هستند. شهر مسدود شده، قیود گشت و گذار وضع شده ولی مردم حتی ادارات دولتی و حکومتی مسئولین حتی رعایت نمی کنند. بنابراین در اینجا همکاری مردم فوق‌العاده مهم است و این را باید ادارات زیربطشان باید ای را بیشتر و منسجمتر بسازند. همچنان موضوع نشر ارقام ما قبلا یادآوری کردم ولی ارقام به شکل درستش هر ساعت و یا هم دو بار سه بار در روز باید نشر شوند تا برای مردم یک وارنینگ باشه، برایشان یک اخطار باشه، یک الارم باشن که تا تدابیر بیشتر روی دست بگیرن. و در اینجا نقش دیگه وزارتخانه ها هم فوق‌العاده مهم است که مرض به طرف دهات شیوع میکنه. در اینجا نقش وزارت محترم احیا و انکشاف دهات بسیار زیاد مهم هستند. اونا میتونن که هم در بخش کمک رسانی نقش خود ایفا کنن و همچنان در بخش مبارزه با
از این ویروس در بخش آگاهی آمد، در بخش آت بعد، یعنی وقتی که بازی مرض با اوج شیوع میکنه، باز بعد از او که ما مسائل آگاهی آمد را پیش میبریم، عین قضیه میشه مثل که به هرات و به کابل شد. باز در جریان پروسه وقتی که این حادثه به اوج میرسن، باز چیز زیاد کرده ما نمیتونیم. بنابراین در اینجا مهمتر است که وزارت محترم مبارزه با حوادث نقش روی از این مرض میبینیم یک وضعیت استرار است. بنابراین در اینجا نقش از اونا بسیار زیاد مهم است. اونا میتونن که در بخش کمک رسانی نقش فوق العاده داشته باشند و همچنان نقش به همین ترتیب برای کابل و در سایر ولایات صورت میگیرند. ولی بهتر خاتمه بود که اگر تمام از این کمک ها، اگر ادارات کمک میکنند، اگر تجار ملی کمک میکنند یا مؤسسات کمک میکنند، تمامش از طریق وزارت محترم مبارزه با حوادث میآمد، این وضعیت خوبتر و بهتر ما میتونستیم که مدیریت کنیم. به همین ترتیب نقش وزارت اطلاعات و فرهنگ در بخش آگاهی دهی، رساندن پیام های صحی به مردم، مثل که عین تجربه را ما در فصل زمستان در مبارزه با آلودگی هوا داشتیم که همو 4 کمیته ایجاد شده بود، اداره مسئولش معلوم بود که اداره محیط زیست بود. اگر ما از این تجارب و از تجاربی که در بخش حوادث طبیعی رخ میده از این تجارب استفاده کنیم برای از این وضعیت، ما میتونیم که ایره خوبتر و بهتر مدیریت کنیم. بنابراین چون از یک سو حالت اضطرار قبلا آمده و باید ادارات دولتی ما و مردم ما در حالت اضطرار، یک موضوع است که باید دست و پاچه نشوند، یعنی تمرکز فکری را و تمرکز پالیسی سازی و پلان و برنامه و اینا را باید ما از دست ندیم. اگر اینا را ما از دست ندیم، در ایجا باز شیوع از این مرض و خود از این حادثه سر ما غالب میشن، یعنی بیشتر ما را متاثر میسازن. بنابراین در ایجا نیاز است که برنامه گذاری ما بیشتر و خوبتر منسجم شود، که در ایجا من نقش 3-4 وزارتخانه را بسیار مهم میبینم. خود وزارت صحت عام این نقش ادارات سکتوری که وظیفه شان هست این کار انجام میدهند. مثلا اداره حوادث وظیفه ایش هست که قسمت حوادث پلانگذاری بکنه، چون مدیریت بحران بلد هست و میتونه که مدیریت بحران خیلی درست هم پالیسیش رو جور بکنه و هم پالیسی رو تطبیق بکنه، چون پالیسی‌های بین المللی است، تمام ادارات بین المللی رو میشناسه، به صورت مشخص اینا یک کوردیناتور داره، کوردیناتور نهادهای بین المللی رو داره، کمک‌ها رو میاره، طرز عمل‌ها رو داره، تمام موضوعات پیشان هست. به نظر شما چرا در مبارزه با ویروس کرونا به اون سمت حرکت نکردیم؟ آیا فرصت هست که دولت افغانستان دوباره به اون سمت حرکت بکنه و مدیریت بحران حداقل از نظر پالیسی به وزارت حوادث که وزارت تکنیکی و اصلی هست به او بره، به اداره حوادث بره؟ بله، غلامی صاحب به همین موضوع اشاره میکردم. شما ببینید در مطبوعات هر شب ما میبینیم در سطح جهانی مرض حال شیوع پیدا کرده و شما میبینید زیادتر کشورها اعلان میکنن که جلسه کمیسیون اضطرار برگزار کردن یا به اداره حوادثشان این موضوع را سپردن یا به کمیته حوادثشان این موضوع را سپردن. یعنی دیگر کشورها از طریق ازمو وزارتخانه یا اداره که مدیریت بحران یا حالت اضطرار مدیریت میکنن و یا هم حوادث مدیریت میکنن و اونا داده میشن. بنابراین در اینجا هم ما مهم میبینم که نقش وزارت مبارزه با حوادث باید بسیار برازنده باشد. در اینجا ما شما میبینیم که از یک سوال شیوع از این مرض یا ویروس امبود صحی و طبی خود دارن، ولی از سوی دیگه میبینیم که این آل به حالت اضطرار که ما میگیم چند بودی شده. شما میبینید در اینجا آل مسائل اجتماعی داخل شدن، میگرد مسائل دینی و مذهبی داخل شدن، دست نتن
نماز جماعت نخوانین، مثال فاتحه گیری نکنین، عروسی و این موضوعات ممنوع شده، این موارد اجتماعیش است. از سوی دیگه ما میبینیم که ابعاد اقتصادی از این هست. در شهر و بازار، مارکت ها، تمام اصناف، فعالیت ها، تجارت ها، اینا مسدود شدن. از دیگه سو ما شما میبینیم که مسائل سیاسیش هست، سر از اونا تاثیر خود دارن. سر مسائل کارهای روزانه ادارات دولتی تاثیرات خود دارن. بنابراین دیگه بسیار زیاد مهم است که تا نقش وزارت مبارزه با حوادث بسیار زیاد فرازنده باشن و برای از این برنامه ریزی کنن. چون این مشکل یکی امو بود طبی و صحیش است که او در امو محراق قرار داره، ولی برعلاوه از او حال شما میبینین که این موضوع پراگنده شده چند بود زندگی انسان ها را متاثر ساخته. شما میبینین رفت آمد که از خارج داشتیم، سفرهای خارجی است، در اینجا موضوع بجا شده ها است، در اینجا موضوع غربت است، در اینجا موضوع کمک ها است، موضوع آگاهی عامه است، تمام از اینا در اینجا نقش بسیار مهمشان دارن. و در بهمی اساس برای چنین حالات استقرار استانداردهای بسیار مهم و مؤثر به سطح جهانی وجود داره که در او رابطه کارمندان و متخصصین وزارت مبارزه با حوادث برنامه های آموزشی را دیدن، بنابراین از اون تجاربشان استفاده شوند. درست است که موضوع صحی است، وزارت محترم صحت عامه در امو رأس قرار داشته باشد، ولی بیشتر مدیریت بحران مسائلش که هم شهرها را در بر داره و هم دهات باید در اینجا نقش دیگه وزارت خانه ها، مثل که قبلا گفتم نقش وزارت محترم احیا و انکشاف دهات، صحت عامه، وزارت داخله، شاروالی ها، اینا بسیار مهم هستند که از اینا باید به مشکل درستش استفاده شوند. تشکر. تشکر مهین صاحب، بسیار نظر تکنیکی و یکی از بهترین نظراتی که دو روز ما داشتیم شما به ما دادید. ما منابع را داریم، منابعی که خوب بتونن مدیریت بکنن، کنترل بکنن، منابعی که پروتکل‌های مشخص داره، کمیته‌های مشخص داره و نحوه کمک رسانی، اطلاع رسانی و همچنین ارتباط با مجامع بین‌المللی کمک میکنن و تمام موازین پیشونا هستن به عنوان کوردیناتور از طرف دولت افغانستان. نظر بسیار نیکی بود، تشکر. این نظر من رو ما شریک ساختید، این نشان میده که تجربه شما در اداره حوادث تجربه بسیار بالا و نیکی بوده که امیدوار هستم در ادامه هم ما بتونیم که از تجربیات شما استفاده بکنیم. میشه که ما بریم همراه دکتر صاحب ترکستانی، کنشگاه ترکستانی، صدای ما رو میشنوید دکتر صاحب؟ دکتر صاحب، کنشگاه ترکستانی، رئیس صحت محیطی وزارت صحت عامه، میخواستن که آمار جدیدتری را از ویروس کرونا بله، بله، سلام شما را داشته باشیم. دکتر صاحب، میشه که صحبتهای شما را داشته باشیم، چه آماری وجود داره؟ آخرین آماری که وزارت صحت عامه در قسمت مساویت با ویروس کرونا به نشر رسانده چیه؟ دکتر صاحب؟ دکتر ترکستانی؟ دکتر صاحب میشنوید؟ به نظرم که صدای دکتر صاحب ترکستانی را ما نداریم، اینترنتشان ضعیف است. دکتر صاحب؟ میشنوید دکتر صاحب؟ سلام مجدد خدمت دوستو. در 24 ساعت گذشته 21 مورد صدایش من میشنم. صدای من رو داریم. بله، دکتر صاحب ادامه بدید. بله دکتر صاحب ادامه بدید. اگر صدای مرا میشنوین، من همین آمار میخوام ارائه بکنم. بله
21 مورد تشکر 21 مورد ثبت شده، البته در شهر در لابراتوری کابل هست و از جمله 12 تن از اینا از ولایت کابل هست، 12 تن دیگه در ولایت کابل است. به این اساس تا فعلا تعداد مبتلایان در سطح کشور به 444 تن رسیده متاسفانه. بازم تاکید میکنم که این آمار در روزهای گذشته آینده بیشتر خواهد شد و بالا خواهد رفت، ولی بازم تاکید به این است که مردم باید همکار باشن، مردم باید خیلی این مسئله جدی بگیرن. آقای حسن زاده دکتر صاحب، آمار فوتی را میتونید بگید که چقدر فوتی داشتیم و از کجا بوده؟ آمار هم پیش شما مشخص هست پیش وزارت صحت عامه؟ دکتر صاحب میشنوید صدای مرا؟ آیا حقبین صدای مرا میشنوه دکتر صاحب دانشگاه تنیسه کنید؟ بلی اونا فکر کنم که صدای شما را میشنون، اما از طرف اونا مشکل است. رئیس ادامه میدیم. جناب رشاد عزیز رئیس ناحیه 11 شهرالی کابل با خود داریم. آقای عزیز خیلی خوش آمدید. میشه که از برنامه ها و کارکرد های شهرالی کابل در ناحیه 11 بر ما بگید؟ اصلا وضعیت ناحیه 11 در مورد شیوع ویروس کرونا به چه طریق هست و پلان ها و برنامه های شما چه بوده، اجراءات شما چه بوده؟ میشنوید جناب عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر آقای غلامی از اینکه ما را آگاه ساختین. ما اتفاقا همین لحظه از ساها اومدم و خواستم بسیار زیاد خوش شدم که من بتانم از اقل می فعالیت های خودم. اولا سلام و عرض میکنم خدمت همه کسایی که فعلا حاضر هستند، جناب معین صاحب، صدیقی صاحب و خانم زهرا، آقای عقبین. من همین لحظه از ساها آمدم، قسمی که شما میفهمید ناحیه 11 یکی از ناحیه های پرچالش شهر کابل است. با داشتن 30% نقاط پلانی، ساحات پلانی و 70% متاسفانه ساحات غیر پلانی که اکثرا عامل می شهرنشینی در این اواخر که صدای من خود دارین درست؟ بله. درست. این مسائل باعث شده که شهرنشینی ترویج بکنه و در ساحات غیر پلانی مردم زندگی بکنن و قسمی که همه شما میفهمین کسایی که در ساحات غیر پلانی در این اواخر مهاجرت کردن و زندگی میکنن اکثرا کسایی هستن که با فرهنگ شهرنشینی یک مقدار کم بلد هستن. به او خاطر مبارزه با ویروس کرونا یا جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را اینمی پدیده تحلیل ما نشان میده که یک مقدار مشکل ساخته. با وجود از اینکه ما در بخش‌های آگاهی آمد و همکاری ریاست نشرات و ریاست نشرات شهرالی محترم کابل پیام‌ها، بروشورها، چیزایی که تهیه شده بوده توزیع کردیم در اصناف، در خوازی‌ها و تماما صنف‌ها را ما متوجه ساختیم که چطور حفظ صحه را مراعات بکنن در داد و ستد، در گرفتن پول، همه مسائل. ولی با متاسفانه قسمی که دیده میشه که مردم زیاد موضوعات جدی نمیگیرن، حتی که یعنی ما تصمیم گرفتیم که امروز مثلا از نیروی پلیس استفاده بکنیم که مسائل با زور و فشار سرشان بقبولانیم. و از طرف دیگه فعالیت هایی که ما کردیم، ما در اولین اقدامات خود مطابق هدایاتی که از بالا آمد و اجراءاتی که ما داشتیم دو کمیته را تشکیل دادیم. یک کمیته به سطح خود ناحیه که 8 نفر مشخصاً پلانهای اسپسیفیک در مورد مبارزه با کرونا، چی کارهایی که باید بکنن، اگر ترتیب پلانهای ضد عفونی است
که اینا تهیه کردن در خدمت ریاست محترم صحت محیطی شهرولی کابل قرار دادن که من جا داره تشکری بکنم از غلامی صاحب که همیشه با صدای ما من حیث یک ناحیه امکارشان لبیک گفتن و تیم های خود روان کردن که نقاط را ضد عفونی بکنیم. البته در فیز اول تماما نقاط مزدحم ما کاور کردیم، در فیز دوم که تا حال نوبتش نرسیده، ولی جایی که رعب و وحشت ایجاد شده بود در شهرک گلخانه، قسم که هموطنان ما در جریان هستن، شهرک گلخانه متاسفانه ما دو کیس کرونا داشتیم که هر دو کیس در اخیر فوتی بودن و ایجاد رعب و وحشت باعث شد که مردم و اهالی اون منطقه معترض شوند نسبت به این مسئله و ایجاب میکرد که توجه دولت جدی شود. در عرصه که ما رفتیم به عرصه و خدا رساندیم و ساحاتی که میت برده شده بود، نماز شستشو شده بود، تمام ساحات را ضد عفونی کردیم. در بخش ضد عفونی انشالله و پلانش هست، نزد ما هست و ما شریکش ساختیم با ریاست صحت محیطی که انشالله بتانیم تمام نقاط مزدحم را باز هم ضد عفونی بکنیم. بحث بعدی یک سه بازار بسیار مغلق و پیچیده ما داریم که بازار باز است در سطح نوعی شهر، البته چهار تا که یک مقدار کوچک است: سرای شمالی، گلایی پارک، عینصد فامیلی و لیسه مریم. قسمت خشت و خطیفش البته ترکاری فروشی است که این همی جا باز هم همی دست فروش هایی که در ساحات باز مصروف فعالیت هستند و دست فروشی میکنن، اینا متاسفانه که همون فاصله بینشان رعایت نمیکنن. قسمی که همون توسعه های طبی، توسعه های حفظ صحی محیطی، پیام هایی که برای ما رسید که حد اقل فاصله بین دو دست فروش یا کراچی 10 متر باشه که کسی که اطرافی کراچی میگردن همون فاصله بین دو فردی که با هم روبرو میشن رعایت شود، اقل 1.80 متر. این امیر از 2-3 روز به این طرف این فاصله ها را ایجاد کردیم و کوشش داریم که این حفظ شود با کمک پلیس حوزه 11 هم. البته تا حال شده، ولی یک مقدار از طرف دیگر وقتی که ترکاری فروش هم و طبیعتاً هم و نیچر کارشان قسمی است که وقتی که نزدیک شام میشه احساس میکنن که ترکاریشان اگبان خراب میشن، اینا کوشش میکنن که در جاده براین. وقتی جاده براین اینمی مسائل رعایت نمیکنن که ما خواهش جدی بسیار جدی از پلیس حوزه 11 هم داشتیم، در از عامر صاحب حوزه 11 هم پلیس که این مسئله را جدا پیگیری بکنن، رعایت بکنن، به خاطر از اینکه متاسفانه وقت ما رو به اتمام حسنی خلاص شده. تشکر از شما. هر حال صاحب یک دنیا ممنون، لطف کردید، اجراتی که داشتید اجرات خوبی بوده. میشه که باز هم در گفتمانهای دیگه هم شما را همراه خود داشته باشیم. جناب آقای مسعود همراهی سوال داشتن، میشه که سوال خود را مطرح بکنن؟ نمی‌فهمم که سوالشان مربوط به کدام پنلیست هست و میشه که آقای حقمین جناب آقای همراهی را همراه خود داشته باشیم. مسعود جان سوالتان را مطرح بکنید و انشالله که پاسخ هم از پنلیست هایی که همراهی سه بفرمایید. همراهی سه شما بفرمایید. ویدیو صدایشان قطع است بگمانیم. صدا دارن شاید از مشکل باشه. خب به هر صورت ما میتونیم که جنبندی بکنیم، اگر سوال داشتن باز میگیریم. بسیار عالی. امروز غلامی صاحب قبل از اینکه جنبندی بکنیم، اگر اجازهتون باشه یک مورد هم میخواستم با یک اشاره بهتون بکنم. بفرمایید آقای بهزاد، تصویر شما خوب قسمی که میبینیم همین جلسه که امروز ما و شما داریم از طریق از این وبینار، قرار است قسمی که صدیقی صاحب هم قبلا فرمودن که دنیا بعد از کرونا در حالت تغییر می باشه و طبعا بسیاری از موارد تغییر می کنند. بنابراین ما در کمپانی نتلینکس بعد نظر داشتی همین موضوع، یک برنامه را شروع کردیم، یک اپلیکیشن را تنظیم کرد ساختیم که به نام احتساب است و این اپلیکیشن بله؟ حساب کردن، محاسبه کردن، احتساب یعنی حسابدهی، اکانتیبیلیتی معنیش است. این اپلیکیشن بسیار یک فیچرهای بسیار خوب داره که از این طریق میشه که شهروندار ما
یعنی اکتیف سیتیزنز یعنی شهروند فعال از طریق اپلیکیشن داشته باشیم. این اپلیکیشن انشالله که تا آخری از این هفته رسمن ای را لانچ میکنیم و از طریق رسانه جمعی انشالله به سمع کوشش ما بمی میباشه که به سمع تمام شهروندهای کابل در قدم نخست و بعدا برای تمام افغانستانی را ما بتانیم که اولی بسازیم. از طریق از این اپلیکیشن شهروندها میتونن که مشکلات را که روزمره در ساحه خود در ساحات خود از قبیل مشکلات امنیتی، مشکلات صحی و یا ای که مشکلاتی که مرتبط به موضوعات شهروندی هست، همه از این را به شکل بسیار خوب چی تصویری چی صوتی و یا ای هم که از طریق ویدیو میتونن که ثبت بکنن روان بکنن. بعدا ما یک تیم را در بک اند داریم که تمام از این معلومات همیشه جمع میکنن و دستبندی کرده و نظر به مو کاتگوری و مشخصاتی که هست به ادارات مربوطه، مثلا شهروندی، پلیس و یا برشنا، هر اداره که مربوط میشه فعالیتاش به رزو گزارش داده میشه. بسیار عالی. و این گزارش ها وقتی که داده میشه پس دوباره ریسپانس یا مو جواب ادارات باید پس دوباره گرفته شود تا ای که ما به منفر که شکایت کرده باید برش او را اطمینان بتیم که مشکل شما حل شد. اگر این مشکلات بالفرض حل میشه، هر مسئولی که به حساب کار مثبت میکنه و مشکل مردم حل میکنه، یک سیستم رنکینگ را هم ای اپلیکیشن داره در بکند که در ختم هر روب یا در ختم هر ما میتونیم که مدیران ارشد که کار خوب کردن و به شکایت مردم جواب دادن او را رنکینگ میکنیم، رنگ بندی و طبقه بندی میشه که برای از طریق رسانه‌های جمعی پس دوباره به سمع مردم گفتمان بگیریم، یک برنامه بگیریم. جناب آقای بهزاد، طرح‌های ابتکاری که مثل شما، مثل شرکت شما داره و در این قسمت هست و خیلی نیاز هم هست که باشه و طرح‌ها را هم به مطالعه بگیریم و به قول معروف پر تبلیغاتش انجام بدیم، در برنامه بگیریم و همراهشان صحبت بکنیم. ما میریم به سمت جنبندی. آقای همراهی گفته که با عرض معذرت مشکلی تکنیکی از لپتاپ من میباشد. سوال من در مورد تجهیزات پزشکی مثل دستگاه تنفس مصنوعی که به نسبت بسترهای موجود میباشد، چون صرف وجود بسترها برای بیماران کافی نیست. آقای ترکستانی هم که همراه ما نیست که سوال پاسخ بده، اگر میبودن که خیلی خوب بود. به هر حال امروز یک گفتمان خیلی خوبی رو داشتیم، گفتمان صحت شهری افغانستان و مهمانای عزیز و ارجمند خوبی هم همراه خود داشتیم، جناب آقای انجینر صاحب صدیقی، معین مسلکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، نکته خیلی خوبی را اشاره کردن. یک نکته تکنیکی است برگرفته از تجربه بالای ایشان هستن در رسه حکومت داری در افغانستان. و همچنین دوستای دیگه ای که همراه ما بودن، جناب آقای بهزاد، از دستاورد ها و از پیشنهاد هایی که داشتن بسیار ممنون هستیم. میشه که در قسمت نرم افزاری که اینا ارائه میخوام بکنن هم ما صحبت هایی را هم داشته باشیم. جناب آقای رشاد عزیز از رئیس ناحیه 11 هم صحبت های خود داشتن، برنامه ها و کارکرد های خود هم اعلام کردن. جناب آقای ملکیار هم داشتیم از ناحیه 13 که یک ناحیه بسیار پر جمعیت هست در غرب کابل، موضوعات خیلی خوبی را اشاره کردن از دستاوردها و از کارکرد هایی که داشتن، مشکلاتی که داشتن و همچنین از برنامه هایی که در اونجی بود. جناب آقای امیری شما صحبتی ندارید؟ آقای امیری صدای ما رو میشنوید؟ رئیس نشرات شهرولی کابل صدایی را نمیشنوید. به هر حال جنبندی میکنیم بحث های خود در این قسمت، در قسمت دستاورد های حکومت افغانستان، پلان های حکومت افغانستان در امر مبارزه با ویروس کرونا. دکتر کنیشکا ترکستانی را هم همراه خود داشتیم، آماری که ایشان ارائه کرده در 24 ساعت گذشته 21 مورد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده. کابل 12، غزنی 3، بغلان 2، لوگر 1، میدان وردک 1، هلمند 1، تخار 1. تعداد مجموعی واقعات مثبت متاسفانه به 444 رویداد افزایش پیدا کرده که از او 11 تن شفایاب شده. هرات 8، بلخ 1، سمنگان 2. این آماری است که وزارت صحت عامه اعلام کرده. و در قسمت فوتی هم گفته شده که 14 تن فوت شده متاسفانه و در قسمت هرات هم 257 نفر بوده. این آماری است که آقای دکتر کنیشکا ترکستانی رئیس صحت محیطی وزارت صحت عامه هم با ما شریک ساخته. آقای حکمین شما اگه صحبتی ندارید میشه که گفتمانم خاتمه بدیم. آیا شما در قسمت دی اگری کدام سروی هم دارید؟ سروی هم هست؟ ولی اگر در یک پنل جداگانه که ما قرار است که
تحت عنوان تکنولوژی شهری که تکنولوژی چطور میتونه مسائل نرم شهر حل بکنه و یا ای که پلتفرمایی که ما داریم عرصه تخصصان چی از بشروانده در ای عرصه میخواییم در او اربان تکنولوژی که تحت عنوان اینمیز ما او را مدیریت کنیم با از پنلست های مختلف ما CTO, COO, کمپینی های تکنولوژی ما دعوت میکنیم استادای دانشگاه را ما دعوت میکنیم در این زمینه به شهروندان افغانستان معلومات بدن و در سیستم پلتفرمی که ما بر گفتمان ساختیم به شهروندان به هر اگر ریاست های نواحی با ما همکاری کنند تا شهروندان تشویق شود استفاده بکنند مجانی است تا این کمرشلایز است اما به افغانستان مجانی شده است دیگه صرف زمیز با زمو پنل ما تخصصی صحبت میکنیم دیگه حالا چون که وقت ما تمام است شما میشه که اگر اشتراک کننده دیگه از کدام نظر و کامنتی نداشته باشند بسیار عالی جناب آقای امیری شما صحبتی خواهید داشت اگر میشه که امروی ما شریک بسازید من به نوبه خود تشکر میکنم از تمام اشتراک کنندگان ای بس یک دنیا سپاسگزار هستم با امید از اینکه بتونیم به خیر ای بحث ها رو ادامه بدیم تا یک راهکار مناسب و خوبتر برای مشکلات پیدا شود تشکر از همتان از آقای یقبین از آقای صدیقی از آقای غلامی از رئیس هیئت نایه 11 از تمام همکارای ما که از آقای بهزاد غیاسی از همه همکارای ما که اشتراک کرده بودن تشکر میکنم تشکر آقای امیری که زمینه فراهم کردید از طریق ریاست نشرات شهربانی کابل آقای ملکیار شما صحبتی ندارید و همچنان آقای ملکیار یادم رفت از ایشان هم تشکر میکنم و از سایر دوستی که در کانال بودم از نایه 13 نایه پرجمعیت سلامت باشین جناب آقای غلامی صاحب من میخواستم از سرای شما خراب میاد جناب آقای ملکیار در اخیر یک خواهش داشته باشم از تمامی ارگانهای زیر آقای ملکیار قطع شد آقای ملکیار آقای عزیز شما صحبتی ندارید تشکر من صحبت ندارم فقط اظهار همکاری میکنم که هر لحظه اپدیتی از پیه 11 از فعالیت ها ضرورت باشن من انشاءالله در خدمت هستم فقط تشکر از همه اشتراک کنندگان خصوصا از جناب آقای صدیقی تشکر میکنیم از معین صاحب خدمات شهری که همراه ما بودن بعد دوباره رفتن در ساحه یک برنامه‌ای داشتن فکر کنم با ریاست تنظیم و در ساحه می بودن معینی هستن که اکثرا در ساحه هستن کمتر در دفتر می‌بینیم دیگه از تمام رؤسای محترم از رئیس نایه 13 از رئیس نایه 11 از آقای بهزاد تشکر می‌کنیم از شما آقای حقین که این فسیلیتی و فرصت مهیا کردید خیلی ممنون از آقای امیری که به صورت فیسبوک لایف از طریق آیدی شهرولی کابل ایراد به نشر رساندن این برنامه رو از همه عزیزان که در این برنامه با ما همکاری کردن خصوصا خانم جعفری در قسمت پلان‌گذاری و دعوت از مهمان‌ها از آقای دکتر اقبال که همیشه همکار ما بودن و امروز متاسفانه او رو همراه خود در پنل نداشتیم از همه دوستان تشکر میکنیم از دکتر کنشکا ترکستانی رئیس صحت محیطی وزارت صحت عامه هم تشکر میکنیم یک دنیا ممنون که وقت در اختیار ما قرار دادید الله مددگارتان خدا یار نگهدارتان انشاءالله در پنل های بعد هم ما شما بخیر باشید اوقات خوش به همه اوقات خوش سلام علیکم شما هم شما خدا حافظ خدا نگهدار That's so cool though.